بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین با نام و یاد خدای متعال درس آغاز می و سلامی گرم را تقدیم شما خوبان می که همکنون بیننده برنامه خودتان از تلویزیون تمدن هستیم مکتب تمدن هست و درس های از آمادگی کانکور هست بسیار جذاب دیدنی هست من حجت محمدی در خدمت شما خوبان هستیم تا پیش ببریم موضوع فیزیک را درس چهل و دوم هست رسیدیم به انتهای درس سرکت های RL, RC و LC هستند مقناطیس و فیزیک سنف دهم هم امروز در همی درس به اتمام خواهد رسید بیننده برنامه خودتون از این کتابچه و قلم یادتان نره و اگر موفق نشین درس های قبلی رو ببینید حتما سری به یوتیوب و تلگرام ما بزنین چرا تمام درس ها رو در اون جگاه ماندیم برای شما آماده هستیم بریم سراغ درس و بحث پس سوار بر مرکب انرژی پیش میریم بیاین ببینیم که داستان از چه قرار است که دلتان بی قرار است در دوم سرکت های آر ال آر سی و ال سین اینا ابریویشن یا اختصاری چه هستند را مشاهده سرکت آر در سرکت آر در واقع ما یک مقاومت آر داریم و یک کوایل مقاومت را با R نشان داریم و کوهای را با سمبول L به این دلیل بهش میگن RL که به صورت مسلسل یعنی پشت پشت به یک منبع مولد در واقع AC وصل است و این سرکت را میخواییم مطالعه کنیم که چه چیزهایی را در کتاب مکتب و در کنکور باید بفهمید خب بسیار ساده چیزی که در اینجا مشاهده میکنیم ولتاژ. ولتاژ ولتاج جریانه ببینید ولتاژ تفاوت پتانسیل داره ولتاژ متغیر داریم که میره بالا میای به طرف پایین وقتی ولتاژ ما تغییر میکنه با تعقیبش جریان هم چی میکنه تغییر میکنه نوسانی که ولتاژ داره نوسان به تعقیب جریان هم نوسان پیدا میکنه پس ولتاژ نوسانی شاید بعد تعقیب جریان نوسانی داریم زمانی که چی داشته باشیم فقط یک مقاومت داشته باشیم یعنی اول سرکت را توسط یک مقاومت بررسی کردیم میبینیم که ولتاژ و جریان هم فاز هستند چی هستن هم در درس قبلی مفهوم هم را گفتیم ببینیم ها اگر زیاد خوب نمیفهمین هم چی هست بازم dont worry بازم چی dont worry نگاه کنین هم یعنی که حرکت مشابه بده دستایم بسای کنین از یک نقطه شروع میکنن می میرن بالا میان پایین میان بالا این ای میگه هم فاز که چسته هم هست ولی اگر ما کوایل را در اینجا وصل بکنم داستان تغییر میکنه مشاهده بفرمایید آه دیدین چه اتفاق افتاد ولتاژ و جریان میبینین حرکت ولتاژ و جریان اختلاف پیدا کرد به اندازه چقدر اختلاف پیدا کرد 90 درجه چند درجه 90 درجه اختلاف پیدا کرد حالی 90 درجه چی است در واقع ولتاژ که وصل شده دو طرف جریان ما پس میفته چی میفته پس میفته ای در واقع ولتاژ است که زودتر شروع کرده به اندازه 90 درجه بعد جریان شروع کرده یعنی جریان زمانی که میایه ببینید در قسمت زمانی که مقاومت تنهاست ولتاژ و جریان هیچ اختلاف فازی ندارن اما زمانی که کویل را وصل کردم در سرکت اختلاف به وجود آمد بین ولتاژ و جریان چقدر اختلاف به وجود آمد 90 درجه تاخیره فاز داریم در این قسمت تأخیر و فاز یعنی جریان زمانی که اینجا صاحب وجود میاد جریان یک کمی پس میفته از چی پس میفته از چی پس میفته از ولتاژ ولتاژ پیش میره چقدر پیش میره 90 درجه چقدر پیش میره 90 درجه و بعد جریان 90 درجه پس میفته یا میگیم ولتاژ 90 درجه پیش است یا میگیم جریان 90 درجه پس است مفهومش رو بهش گرافیکی نشان دادیم به صورت بسیار ساده حالا ببینید ما میخوایم که XL را بررسی کنیم XL چی هست؟ XL در واقع مقاومت کوایل است که به نام ریاکتنس کوایل به انگلیسی هم یاد میکنی کتاب مکتب ریاکتنس میگه این مقاومت متغیر کوایل است متغیر به چی معنا ببین مقاومت ثابت است مقاومت گروپ ثابت است مقاومت لپتاپ ثابت است مقاومت این شی ثابت است اما کوایل در مقابل این جریان نوسانی مقاومت چی متغیر از خود نشان میده حالا این تغییر در مقاومت کوایل مربوط چی میشه اومگا اومگا چی از همین فرکانسی جریان فرکانسی که زیاد شد مقاومت زیاد میشه مگه جریان فرکانسی نداره فرکانسی داره مثلا میگه 50 هرتز 100 هرتز هر قدر فرکانسی رو زیاد کنین مقاومت کوایل هم چی میشه زیاد یعنی کوایل در مقابل جریان چی تولید میکنه مانع میگه پیش نیا و مقاومت زمان زیادتر میشه که فرکانسی جریان هم چی بشه زیادتر بشه پس با در مقابل جریان نوسانی یا جریان متناوب کوایل از خود چی نشان میده مقاومت نشان میده حالا داستان رو تکمیل میکنیم XL مساوی است اومگا ال ال چه ذریب اندکتیویتی کوایل است که مربوط به خواص فیزیکی و هندسی کوال میشه مثل تعداد حلقه طول کوال و جنس کوال اینها میشه ریاکتنس کلمه انگلیسی است که در کتاب مکتب از این استفاده کرده ترجمهش شما برای شما میگم فارسی یا مقاومت القایی کوال القایی که یعنی خود به خود به وجود آمده کوال هم که کوال است مقاومت هم که مقاومت یعنی کوال در مقابل جریان نوسانی مانع ایجاد میکنه یعنی مانع میخواد عبور چی شود جریان بشه از رابطه x ال مساحت اومگا می میتونیم مقاومت متغیر کوایل را پیدا کنیم خب توجه بفرمایید ما وقتی که پشترم گفتیم که فقط مقاومت باشه ببینین هر به شکل وکتوری به شما نشان دادیم هر دو وکتور اگر ما فازورها رو به این شکل نشان بدیم هر دو وکتور با هم چی هستن در یک جهت هستن ولی اگر اگر کوایل رو وصل بکنیم میبینیم که جریان 90 درجه از چی ولتاژ پس میفته بین دو وکتور جریان به شکل وکتور نشان داد بین دو شک... وکتور جریان و ولتاژ 90 درجه اختلاف افتاده اما در اینجا هیچ اختلاف ندارن دو وکتور هم جهت هستند این وکتوری نشون دادم که خوبتر بفهمین وقتی که از یک نقطه شروع شدن هم جهتن وقتی اختلاف میفته به شکل وکتور نشون دادم که کسایی که اگر روی گراف نفهمیدن به بش... شکل وکتور هم بفهمند مقاومت تنها اختلاف نمیاره اما کوال چی میاره اختلاف میاره اینو بفهمید خب زید چی است زید امپدانس است کتاب مکتب امپدانس گفته و من رو باز ترجمه میکنم اینا رو ترجمه کنیم خوبتر است که شما راحت تر بفهمید زید چی است مقاومت مجموع است یعنی مقاومت مقاومت R جمع مقاومت کوائل در این سرکت را چه رقمی محاسبه میکنیم از قضیه معروف چی است پیساگورس هسته که شما میفهمین دیگه چون زاویه بنشان چند است 90 درجه اختلاف افتاده دیگه اگر به شکل وکتوری حساب کنید 90 درجه دو وکتور وقتی اختلافش 90 درجه باشه میگم x مربع جمع y مربعی همو هسته مقاومت r مربع مقاومت ثابت ما هسته و x ال مربع مقاومت کوایل از تحت جز مقاومت مجموعی پیدا میشه که به اصطلاح امپدانس گفته کتاب مکتب و ما میگیم یا مقاومت معادل مقاومت معادل را پیدا کنیم هدف کلیشی است بینندگان و شنوندگان گرامی بلعخص مدرسین گرامی کل داستانی که در کتاب مکتب سنف ده آورده که به شدت از سطح سویه شاگرد مکتب بالاست هستم خواهشان چیزی از که در اضافه تر به دانش آموزان نگین این قدر بس است در واقع هدف از این داستان همین است مفاهیم فارسیش هم گفتم که راحت بفهمید فاکتور طاقت هم آورده یک جای کتاب مکتب که در واقع ببینید فاکتور طاقت این در واقع این مانعی استی القا شده مانع القا شده هر قدر شما به این مانع را اکسل همون هم مانع است که کوایل آورده هر قدر این مانع بره بالا میبینید که در واقع یک زاویه در اینجا به وجود میاد این فاکتور طاقت هسته چقدر استکاک اینجا به وجود نمیاد زبان ساده استکاک بگم دیگه مانع یعنی استکاک دیگه فاکتور طاقت از این مثلثی که اینجا مشاهده میکنیم ما گفتیم که آر و ایکس زاویه 90 درجه بین خود ساخته فاکتور طاقت رو میتونید از این زاو... اه... ببینیم بگیریم ببینید کوساین چی میگفت میگفت زل مجاور بر وتر وتر ما همون زید ما هست دیگه آه. هم آر آر که ثابت هست زیدم که ای بود این میشه فاکتور طاقت چقدر استکاک به وجود میاد استکاک این وقتی شما محاسبه میکنی یک عدد مویی به شما بدیس میه یک عدد موی هم استکاک هسته که در سرکت به وجوده این میشه مفهوم فاکتور طاقت خیلی هم میگم استاد این فاکتور طاقت فاکتور طاقت ما اصلا نمیفهمیم چی است فقط میگن که کوساین آر بر زید نه در کتاب مکتب فهمیدیم نه جایی دیگه این فاکتور طاقت یعنی این هسته هر قدری ای ایکس ال زیاد بشه او عدد زیاد میشه یعنی استکاک زیاد میشه در مقابل جریانی که در این سرکت میخوای بره استکاک زیاد میشه خلاصه بس خلاص و بس که زیدم فامین از کجا تحلیل میشه هم که ثابت است و شکلم کشیدم که نگین کوساین چی معنا داره اینا این زاویه با این دو تا 90 درجه است و محصلش هم زید است حالا از اینجا زاویه قشنگ دیگه بحث ریاضی است همگی میفهمید حالا یک سوال واحد ریاکتنس کوایل و امپدانس در سرکت آر ال چی است ریاکتنس گفتیم مقاومت القایی کوایل امپدانس گفتیم مقاومت معادل حالا شما بگو واحدش چی آفرین بچه های خوب آفرین درود بر شما این ریاکتنس ایم چی امپدانس وقتی شما کلمه مقاومت میارین مقاومت وایدش چی بود؟ اوم است دیگه چی ریاکتنس باشه چی امپدانس واحدش اوم هست خلاص و بس تکمیل شده درس تکمیل شد. تمام تمام دوستای گرامی در فیسبوک در یوتیوب اینار دیدین شیر کنین تا ملت بفهمن که داستان همین است از بیشتر نمیخواد بفهمین تمام تمام سرکت آرسی رسیدیم بر اساس همون داستان است خلاص صبح داستان اولی رو خوب فهمیدی داستان دومی هم مقامت هست آر سی مقاومت است به جای ال که کوال بود برداشتن سی گذاشتن سی سمبولیس برای خازن برای چی؟ خازن خلاص بس حالا فرقش چی است؟ وقتی جریان میایم خازن برعکس کوایل است راه را باز میکنه راه را چی میکنه باز میکنه گویا مثل سویچ بسته عمل میکنه یک زمان سویچ باز است جریان عبور نمیتونه نه؟ حالا سویچ بسته شد جریان چی میکنه عبور میکنه خازن مثل سویچ بسته عمل میکنه راه میده به جریان میگه ما مانع در مقابل شما با وجود نمیاریم سرعتش خیلی زیاد میکنه در واقع در کوایل جریان پس افتاد 90 درجه سای کن اینجا هم هر دوتا هم جهتن خب هر دوتا هم جهتن هم ولتاژ هم جریان وقتی کوایل آمد جریان تق پس افتاد چند درجه 90 درجه کوایل مانع ایجاد کرد حالا خازن برعکس است خازن چی است برعکس وقتی خازن میذاری خازن جریان تلا میکنه راه رو باز میکنه میگه برو تق جریان زودتر میره چند درجه پیش شد جریان 90 درجه پس خازن 90 درجه به جریان تقدم میده اما کوایل 90 درجه به جریان چی میده تاخر میده پس او تاخر اینجا را را باز کرد پس وقتی فرکانسی زیاد میشه مقاومت کم میشه را را باز میگه مقاومت کم یعنی مانع کم سی ظرفیت چی هست خازن هست ریاکتنس خازن یا مقاومت القایی خازن فرقش همین است خلاص بس حالا به شکل خیلی دیگه نشان دادم ها نش... رسم گفتم دیگه ببینی اینا در در کوال جریان آبی به طرف چی بود پایین 90 درجه از پس بود حالا پش افتاد ویکتوری نشان دادم که همه بفام اینا جریان 90 درجه رفت پیش زمانی که خازن باشن اینا یه ای هم معمو هسته این جریان انداخ خود پیش 90 درجه و یه محسلش که همو امپدانس میشه این به شکل وکتوری فازورها رو به شما نشان دادم که ببینین امپدانسش مثل داستان قبلی است هیچ فرق نمی آر مربع جمع ایکس سی مربع قبلا میگفتیم ایکس ال مربع بر مربوط کوایل حالا میگیم ایکس سی مربع مربوط خازن مقاومت چی متغیر خازن یا ریاکتنس خازن و آخرین سرکت سرکت ال هست این سرکت متشکل از یک کوایل و خازن است که بدون مولد AC داران جریان نواسان است مگه میشه بزنی به شیشه بعد بگی هیچی نمیشه ما چگونه بدون مولد AC مثل جنراتور مثل داینامو جریان AC داشته باشیم خیلی جالب جریان AC ای یعنی اینطوری دین 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 توسط یک کوایل و خازن ما میتونیم جریان AC به وجود بیاریم که در این مخابره ها و موبایل ها از این سرکت استفاده میشن خیلی مهم است اینا توجه کنید این خازن و یم کوایل ابتدا خازن رو چارج میکنید خازن رو چی میکنین چارج جریان از مثبت حرکت میکنه میره به طرف چی منفی چرا چون اینجا اختلاف پتانسیل وجود داره وقتی جریان از کوایل عبور میکنه در کوال چی وجود میاد در اطراف کوال سایه مغناطیسی و انرژی در سایه مقناسی چی میشه؟ ذخیره میشه پس اینجا تفاوت پتانسیل صفر شد انرژی همه رفت در کوال و کوال پر از انرژی شد حالا برعکس میشه دوباره با تخلیه بر میگردم به این شکل یعنی حالا از طرف کوال انرژی میای به طرف خازن این تخلیه انرژی و تفاوت پتانسیل بین کوال و خازن جریان نوسانی به وجود میاد گاهی جریان او طرف گاهی طرف خیلی هم ساده خب فریکنسی از این جریان می میتونه از یک بر جزر ال سی به اسم ال زری بند کوایل ثابت است به شما میدن وایدش هنریس ظرفیت خازن فارات هست انرژی ذخیره شده در ساحه کوایل را میتونین از رابطه پیدا کنین یو یک بر دو ال آی مربع ال زری به چی است اند و آی هم جریان هست کل داستان ما همی هست که امپیر مربع هنری با هم می شود جول بدخشان ساد تنسرگی دیگه بدون مولد ایسی یک جریان نوسانی تولید میکند عبارت از کدام سرکت است کدام, کدام سرکت رو خواندین ال سی بود آر سی بود آر ال درود بر شما ال سی هست ایم کار خانگیتان ببینم حل میتونین یا نه به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است امیدوار هستیم که درس امروز یاد گرفته باشین و برای آینده خود تلاش کن.